دانشگاه دهی نوردی ولوم در یه چابهار افتخار این رو داره که اولین دوره مسابقات ملی شناورای اثر سطحی رو در دو گرایش هاورکرافت و قایق پرنده در سطح دانشجویی در کشور برگزار کنه. این مسابقات قبلا در سطح دانش آموزی برگزار می شد و ما برای اولین بار در کشور این مسابقات رو در سطح دانشجویی داریم برگزار می کنیم که تعداد 9 تیم شرکت کردند، 6 تیم از خارج از دانشگاه، از دانشگاه امام خمینی نوشهر، آزاد نجف آباد، صنعتی شاهرود، آزاد اسلامی واحد دماوند، دانشگاه سیستان و بلوچستان و یه تیم دیگه از دانشگاه امام خمینی نوشهر و 3 تیم هم از دانشگاه دهی‌نوردی و علوم دریایی چابهار که از دانشکده مهندسی دریا و از گروه مهندسی کشتی سازی در این مسابقات شرکت کردند. این مسابقات به این صورت هست که در رشته‌های مختلف خاکی که هم مسیر مستقیم داریم هم مسیر مارپیچ، بعد در قسمت آبی که باز هم مسیر مستقیم و هم مسیر مارپیچ رو طی می‌کنن، آبی و خاکی که قسمتی رو در آب و قسمتی رو در خاک باید مسافتی رو طی بکنن، و همچنین در قسمت قابلیت های ویژه تیم ها به رقابت می پردازن و تیمی که بتونه بدون خطا کمترین زمان رو در طی کردن این مسافت داشته باشه برنده مسابقات خواهد بود که به تیم های اول، دوم و سوم هم جوایز نفیس رو اهدا خواهیم کرد. آقای دکتر بفهمین مهمترین هدف برگزاری این مسابقات چی هست؟ صنعت کشتی سازی در کشور نسبت به بقیه صنایع نسبتاً نوپا هست و هنوز ما با اینکه تلاش های خیلی زیادی شده در سطح کشور به خودکفایی کامل نرسیدیم. هدف از برگزاری مسابقات ارتقاء پژوهش در زمینه ساخت شناورها هست و ساخت موتورهای دریایی که انشالله زمینه ای بشه برای اینکه ما در به اصطلاح رشته ساخت کشتی انشالله بتونیم خودکفا بشیم و شناورهای ایرانی رو انشالله در آبهای جهان انشالله به حرکت در بیاریم. اسماعیل شفیع‌زاده هستم، عضو هیئت علمی مهندسی کشتی سازی. تیممون تقریبا یعنی سیستم ساز سعی شده سبک باشه، از مصرف باتریش بهینه باشه و نحوه هاور کردنش هم طوری باشه که با بقیه فرق داشته باشه. یه قابلیتی هم که ما در نظر گرفتیم برای این شناور طوری که اگر موتورش به هر دلیلی خاموش باشه شناور غرق نمیشه و روی سطح دریا شناور میمونه، یعنی نمیره پایین. ولی بعضی هاور کرافت‌ها اصلا خاموش بشن میرن زیر آب. ما این قابلیت در نظر گرفتیم. مصرف باتری هم براش در نظر گرفتیم که مدت زمان حدودا 25 دقیقه دوام میاره، میتونه هاور داشته باشه. تشکر میکنم. خودتون معرفی کنین، چه رشته ای خوندین؟ به نام خدا، امیررضا غفاری هستم، رشته مهندسی کشتی سازی. چه تایمی رو کسب کردین تو این مسابقات؟ خب تو تایم های مختلف، یعنی تو مراحل مختلف تایم مختلف داشتیم. مثلا تو مرحله سرعت فکر کنم دوم شدیم با تایم 6 ثانیه و تو مرحله زیگزاگ تو 24 ثانیه تونستیم رکورد بزنیم. یا تو مرحله زیگزاگ آبی با 33 ثانیه تونستیم به هر حال تایم خوبی رو بزنیم، تا اول نشدیم تو این زمان. شما خودتون معرفی کنین. به نام خدا، مهران احمدیان، دانشجو رشته الکترونیک و مخابرات دریایی. Thank you.
دوستان لطفاً خاطره از دوستان رو رعایت کنید. I'm going to go to the hospital.